علیجان جان عزیز سلام، با درود فراوان به علیجان شو خوش اومدید. خب همونطور که میبینید امروز ما در مخشه ژانتالون هستیم، یه بازار خیلی قدیمی که در شمال، تقریبا شمال مونترال وجود داره. خب این بازار در سال 1934 فکر کنم تأسیس شده. 33 بابک جان آقا یک سال منتظرتم. آره قرارم بغلم بکنیم، قرارم بغلم کنیم، من بغلم کردم، بغل برادرانه بود، هیچ اشکال نداره. ببین این بازار تو چیزای ایتالیایی خیلی راحت میشه پیدا کرد. اگه غذای ایتالیایی دوست داری، پاستای فرش، سس‌های خوشمزه، قارچ‌های جالب، یکی از غذاهایی که من می‌خوام امروز درست بکنم، خب با هم می‌خوام درست بکنیم با هم دوباره. مثلا چند تا غذاست که با قارچه، خب ولی قارچ وحشی نه قارچ عادی. خب خیلی وحشیه. آره اینجوری جای جالب هم هستش که می‌تونیم اونجا یه قارچ پیدا بکنیم، با اون شروع کنیم کوکینگ کردن. باشه من دیگه املت که امسال می‌خوام درست کنم. نه دیگه املت ژاپنی و بریم قارچ پیدا. آقا 1933 بگین. 33 بود. 33 نزدیک محوطه لیتل ایتالیا مونترال هم درست شده، درسته؟ آره اینجا 10 دقیقه تقریبا اونجا هستش که تمام ایتالیا زندگی میکنن، رستورانای جالب ایتالیایی هستش. قبلا هم یه چیزی اینجا بوده، میدونی چی بوده؟ نه تو بگو. من نمیدونم، تو هم گفتی قبلا. بذار حدس بزنم، بذار حدس بزنم. اینجا لاکروس بازی میکردن. آره، قبلا. آره. اینجا همون گل کوچک خودمون بود دیگه. آره، فهمی که خیلی بزرگ و جالبه. حالا اونا رو ول کن. آقا بریم. بریم حالا بریم قارچ بخریم چون دیرمون شده. بریم آقا، بریم. بینندگان جان عزیز با ما باشید. جان عزیز با ما هستید دوباره، علی جان، بابک جان، البته عمو علی شد و بابک جان فکر کنم. آره آره این دفعه این شکلیه. بابک جان چی داری امروز برامون؟ نمیدونم، اینو یه جو من دیدم قبلا، دیدم یادم میاد اسمش، هم درست یادم نمیاد ولی درستش میکنیم. شبیه کتلته ولی با پنیره و آرد. اینو ایتالیایی خیلی میخورن. کیک؟ مثل کیک. آره آره، حالا اسم ایتالیاییشو نمیخواد بگیم ولی بذار درست بکنیم شکلی میشه. من شو این کار نکردم. خب ولی چی داریم ما اینجا؟ یعنی چی داریم؟ آها، چیزایی که میخوام بزنیم توش پنیر ریکوتاس. آها، این یه پنیر ایتالیایی که یه مقدار نرمه و یه طعم خیلی مخصوص داره و باهاش معمولا اینو به صورت خام نمیخورم، معمولا تو غذاهای دیگه استفاده میکنم، باهاش چیزای دیگه درست میکنم. خب امروز هم ما میخوام همین کارو بکنیم با این پنیر و یه پنیر دیگه که پارمزان هستش. میخوام یه چیزی مثل کتلت مانند درست بکنیم. خب بخوریم. بعد الان اون تو چیه؟ این تو هم داریم سیب زمینی درست میکنیم واسه یه غذایی که هیچ ربطی به این غذا نداره. اوکی، پس برای دکوره. برای دکور نیست، ولی داریم درست میکنیم که یه مقداری کارامون سریع‌تر انجام. خب آقا من حالا یه سوالی دارم از تو. یادت یه سال پیش اومدی تو برنامه درباره بادمجون صحبت کردی؟ آره. ببین بادمجون وقتی میخوای انتخاب بکنی، وقتی خب. میخوای بخری، بادمجون یه سری توش تخم داره، یه سری توش نداره. درسته. خیلی‌ها نمیدونن چجوری انتخاب بکنن که درست در بیاد. ولی بادمجون جزء سبزیجاته ولی نرم ماده داره. خیلی جالبه. دقیقاً. خب. بادمجونو اگه تهش رو نگاه بکنین، یه نقطه‌ای هستش یا یه خط. اگه نقطه بود مرده و تخم زیاد نداره، اگر یه خط بود خانومه و پر تخمه. اینا رو من نمیدونم میخوام پخش بکنی یا بلیپ بکنی. من فکر کنم پخش میشه. خب یعنی تو وقتی میری خرید میکنی وسط مغازه داری بادمجون رو نگاه میکنی؟ من وقتی خرید میکنم یه مقداری مشکوک قیافم. خب تو گفتی که این بادمجون اگه یادم باشه، بینندگان عزیز، تو گفته بودی که اگه نقطه باشه مرده. آره. و اگه یه خط باشه این فیمیل، یعنی درسته. یعنی تهش نشون بده. خب اینا آره دقیقاً همونه. خط دقیقاً. آره آره. خب ببین بذار شرط بندی بکنم. یعنی خانم این آقا شما میدونم میخواد چی بپرسی. من عالم چیزی ام. تو میخوای اینو باز بکنی من رو اذیت بکنی. آخه بینندگان جانهای عزیز ما رفتن باز کردن، دیدن که یکی تخم زیادتر داشت، یکی کمتر. خب یه کاری میکنیم. ببین الان ما داریم شلو بازی انجام میدیم اینجا. هر کی باخت ظرفا رو میشوره. باشه. اگه من درست حرف زدم، یعنی حد زدم. خب یعنی این که الان نقطه است، باید تخمش کمتر باشه. باید تخمش کمتر باشه از این یکی. خب یعنی این باید پرتخم باشه، این باید
کم تخم. درسته. ببین اینجا که کثیف میکنم من، همه رو باید تو تمیز بکنی چون به زودی میبازی. چه جوری ببرم؟ همین اوسط اینجوری ببر. آره ببر، فقط مراقب دستت باش. خب پس من الان بادمجون آقا رو دارم میبرم دیگه. الان داری بادمجون آقا رو میبری. اوسط بعد آره دست اونجوری نکن، دست مراقبش نبره. خب یعنی اینجوری دارم. خب چیکار کنم من؟ نمیدونم تو رو بادمجون نبره. آره ببرش کار نداره. دستت زیاد مهم نیست. شرطی که داری میبری مهمتره. خب این هم باید تخمش کم باشه. این باید تخمش کم باشه. خب اون یکی اگه باز بکنید ببین چقدر تخم کم داره. ببینید خیلی خیلی کم داره. خب کم حالا اینو باز بکن. اینو بذار من بردارم. یه تیکه از من شرط‌بندی نکردم که دیگه شرط‌بندی کردم که هر کس بینندگان جان عزیز شرط‌بندی کردن که این باید تخمش زیادتر از اون باشه. واسه شکایته. درست. نمیدونم دیگه خلاصه کاری کرد. نه این کارو بکن. ببین چه اتفاقی میفته. باش. مثلا این باید پر تخم باشه درسته؟ بیننده جان عزیز میدونم شما خیلی سوال داشتین، من اومدم اینجا عملی امروز این کار انجام بدم که تمام این سوالا رو دیگه پاسخ بدین. خب بابک جان این خب این شرط باخت. متعین تو راست میگی این چرقه توپش کمتره. نه دیگه نگاه کن این کدوم بود؟ درست باش کردی؟ من باختم. آره ای داده بیده هم با آشپزی کنم و ظرف بشورم. خب پس نره تخمش بیشتر. خب البته درست نه ببین نه یه چیز دیگه هم هست. این اینا بادمجونایی که پرورشیه. خب بادمجون پرورشی خیلی فرق تفاوت داره. آها یعنی منظورت اینه که این بادمجون ماده پرورشی بوده. آره آره. برای همین تخمش کشیدن بیرون کمتر بشه. خب بینندگان فکر کنم اینجا برنده شدن. آره دو یک ملا ها پس یکی طلبه. خب پس بادمجون ببین کاری که داریم اینجا انجام میدیم تخمش بیشتره. اینو نگاه کن. ریکوتا چیزو خب پنیر ریکوتا رو با پنیر پارمزان. پارمزان همه جا هست، ریکوتا هم همه جا هست. خب. اینو با هم مخلوط میکنیم، یه حالت پیست مانند میشه. درسته. خب یه خودن که میخوام چون میخوام سرخش بکنیم یه مقدار خیلی کمی هم بهش آرد اضافه میکنیم. درسته. اینجا چیزای سفید زیاد داریم. خب من نمیدونم کدوم به کدوم. فکر کنم آرد این نمک دریایی، اینم شکر. آره آرد زیاد اضافه نکن چون که خیلی سفت بشه. بعد اینو مخلوط میکنیم. یه چیز دیگه هم که بهش اضافه میکنیم که خیلی خوشمزه میکنتش ناتمگه. من نمیدونم فارسی اسم عجیب غریبی داره. اگه ناتمگ منظور ناتمگ ناتمگ بهش میگن. آره این اینجوریه. من نمیدونم به فارسی چی میشه. ناتمگ. آره هر چی داره یه اسم خوب داره تو فارسی اگه به پیدا کنی میدونی. اینم روش ما هم پودرش هست همین که این تازشه. تازش هم میتونی اینجوری گرید بکنی، رنده بکنی، بریزی توی غذا. بعد این چه مزه، چه طعمی میده به یه به بوی خاصی میده. بو کن نمیدونم چی بوش بعد. آ بوی زنجبیل. آره همین زنجبیل میده. زنجبیل. همون اون ویل. آره این اون بو است. خب این نصفش اگه این تو که خیلی چیز قویه زیاد نما بزنی. خب یه مقدار بکنی وقت اینو ما هم میزنیم اینو تبدیل میکنیم به یه دونه حالت کتلت بانه و سرخش میکنیم توی مایه تابه. خب این دوباره یه استارتر دیگه است. بسیار عالی. آره فقط یه کار دیگه بکنیم. تو بلنشی یواشکی بری دستاتو بشوری چون با دست هم بزنی که بشه پری. خب. بعد درستش کنی به صورت کتلت. میتونی کار انجام بدی؟ بله من برم دستامو بشورم. دستاتو بشور. برم دستامو بشورم. بابا جان دستامو شستم اومدم حسابی اینو درست کردم. در ضمن دستامو که داشتم میشستم به این نتیجه رسیدم که اون ناتمگ هولی که تو آورده بودی گذاشته بودی که رنده کردی. آینه میگی؟ بله. اسمش هست جز هندی. آه جز هندی بشه. بله جز هندی. خب خیلی خوب. حالا جز هندی ول بکن. بیا من درست کردم. آره یه پدی رو بگی. اینجوری درست بکن. چسبید این مقدار کوچولوئه. بعد انقدر درست بکن. درست بکن. بزرگتر مثل این. آره. چقدر من مال تو فرق. رفتم دستگیری که یه مقدار روش آرد بزن. وقت اینا رو بخوام سرخ کنم. همه چیز. سریع انجامش بده. سریع. چش به خدای من بیا بابا این کثیف کار میکنه. چیکار کنم؟ تو میشه درباره خودت صحبت کن. زیاد آشپزی نکن. من دستامو چیکار کنم حالا؟ حالا آشپزی کردی اصلا؟ من آره من پلوتون درست میکنم معمولا. پلوتون دیگه چیه؟ پلوتون اینه که تو نوعای مختلف تونفیشو میخری. تونفیشایی که توی قوطی هستن دیگه. مثلا تونفیش با خردل، تونفیش با فلفل، تونفیش خالی. بعد اینا رو با پلو دم میکنی. خب و با پلو قاطی میکنی. آها یادم یه بار رفته بودیم کاسکو. خوب. تو تنها بودی بعد الان نبودی آشپزی بکنی. رفتی 2 کیلو پاستا خریدی با 3 کیلو تون ماهی. خب ببین این قشنگ نزدیک 4 سال برام مونده. آره چیه حسودیت شده؟ من خیلی اکانومیکال کار میکنم. این دست من پاک نمیشه. هیچ اشکال نداره. دوباره بسید خاطر هست. آقا حالا این که داریم درست میکنیم اسمش چیه؟ ببین این مثل کتلت که ما داریم. خب تو ایرانی داریم دیگه. کتلت مثلا فرض کن سیب زمینی یا کتلت مختلف. خب این مثل همونه. فقط توش پنیر خیلی
باید مراقب باشی موقعی که داری سرخ می‌کنی نسوزه، چون همش پنیره، پنیر سرخ شده است. خب. این مقدارم آرد برای می‌تونی به صورت استارتر، به صورت پیش غذا بخوری. ما همه کار داریم می‌کنیم. باشه. یه مقدارم ماشروم دور و برش می‌خوام درست بکنیم، قارچایی که خریدیم درست بکنیم که به صورت یه دونه استارتر باشه. ببین قشنگ بعد برشته بشه یا نه؟ آره آره، ولی زیاد نه، چون می‌سوزه از وا میره. چرا روغنی استفاده کردی؟ من روغن زیتون معمولی. معمولی. هر روغنی میشه استفاده کرد، ولی معمولا من روغن زیتون استفاده میکنم. و نمک، فلفل، چیزی بشه. آره دیگه، بعد تو موقعی که داری درست میکنی، خب یکی از چیزهای مهمی که توی آشپزی هست اینه که موقعی که داری چیزی درست میکنی هی آزمایش بکنی ببینی چه مزه ای میده. همون موقعی که داری درست میکنی. یکی این، یکی هم موقعی که داری غذا درست میکنی خیلی مهمه که وقتی میخوای چیزی درست بکنی اندازه‌هاشون هم اندازه باشه، که مثلا هم پخته بشه. خب من هیچ وقت نمیتونم این کارو درست انجام بدم. نه منم اینم تا حالا هیچ وقت اونم درست نکردم. این اولین بار دارم درست میکنم. اولین بار. آها گفتی آره. اولین بار. ولی فکر کنم خوشمزه. امیدوارم که آخرین بار نباشه بابا. نه آخرین بار نیست، چون این پنیره. آره احتمالش هست که بخوریم الکی بگیم نه من که نه، من اصلا من هرچی بخورم برای من خیلی خوشمزه است، چون من فقط تون پلو میخورم. آره. پلو تون. حالا این مقدار تون میکشه درست بشه. خب پس من مثلا دوباره باید دستمو بذارم. منم همین دستمو بذارم. ولی من میخوام بگم ما وقتی برگشتیم دو تا مهمون خواهیم از کشور لبنان هستن. اوکی. پس ما برگشتیم ولی به زبان انگلیسی باید صحبت کنیم. هیچ اشکال نداره. انگلیسی واسه بهتره. به زبان انگلیسی. ببینم با هم دیگه می‌خوایم دستمون رو بشوریم. نه دیگه تو رو دستورشون من میام. من اول میرم. تو رو من میرم اینور. باش خدافظ.